سلام، به صفحه دو خوش آمدید. من فرناز قاضی زاده هستم. دیروز 10 سال از انقلاب 25 ژانویه مصر گذشت. به تازگی باراک اوباما در کتابش سرزمین موعود به جزئیات برخورد دولتش با جنبش‌های کشورهای عرب در سال‌های 90 و 91 شمسی پرداخته. به تفصیل توضیح می‌دهد که چه ملاحظاتی را در نظر داشته، از واکنش بقیه دولت مردان منطقه که اتفاقاً هم پیمان آمریکا بودند، تا قدرت گرفتن اخوان المسلمین، تا معترضانی که در خیابان سرکوب می‌شدند و مسئولیت‌های حقوق بشری. در نهایت می‌گوید او تصمیم گرفت که به مبارک بگوید باید برود و جزئیات مکالمه با مبارک را هم نوشته. به جنبش سبز در ایران هم در سال 88 اشاره می‌کند. می‌گوید فیلم کشتن ندا آقا سلطان که اتفاقاً این هفته 38مین سالگرد تولد او هم بود را در خیابان‌های تهران دیده و تحت تاثیر قرار گرفته، اما مشاورانش به او گفتند هر نوع حمایتی بیشتر از یک بیانیه اداری دست حکومت ایران را برای نسبت دادن این تظاهرات به خارج از ایران و سرکوب بیشتر باز می‌کند. در سال‌های بعد دولت ترامپ در هر بار که اعتراضات در ایران بالا گرفت با بیانیه از معترضان حمایت کرد و بخش قابل توجهی از مخالفان جمهوری اسلامی معتقد بودند که ماندن او در قدرت و ادامه فشار حداکثری به رفتن جمهوری اسلامی منجر می‌شود. ایران چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با کشورهای منطقه دارد و جزئیات آنچه در کاخ سفید برای واکنش به اعتراضات در بقیه کشورها می‌گذرد چه کمکی به ما می‌کند که بفهمیم چه واکنشی از طرف کاخ سفید ممکن است در ایجاد تغییر در ایران مؤثر باشد؟ چه نگرانی‌ها و ملاحظاتی کاخ سفید را به واکنش وامی‌دارد و چه واکنشی می‌تواند به کمک معترضان بیاید؟ در برنامه 3 مهمان داریم. حسیب عمار همکار ما در بی بی سی که در آن سالها اعتراضات به خصوص مصر را از نزدیک دنبال می‌کرد الان از لندن همراه ماست. کاوه آهنگری فعال سیاسی از بروکسل و علی سعدزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر خاورمیانه از فرانکفورت. خوش آمد میگم آقای سعدزاده. از شما شروع میکنم. همین حالا که صحبت میکنیم در تونس باز هم اعتراضات هست. تونس گفته میشد که موفق ترین کشور در جهان عرب بود به لحاظ به نتیجه رسیدن جنبش بهار عربی. الان چی میخوان معترضان؟ آیا اون خواسته ها که اون موقع میخواستن به دست آوردن و دنبال چیزهای دیگری هستن؟ بخشش رو به دست آوردن، بخش عمدهشون نه. اون بخشی رو که به دست آوردن عبارت از آزادی بیان، عبارت از آزادی اجتماعات، احزاب، انتخابات آزاد، پارلمان هست، پایان حکومت فردی آقای بن علی هست. این آزادی های سیاسی و دموکراسی رو در دست گرفتن، به دست گرفتن، ولی اون چی که به دست نیامده وضع بهتر شدن جوانان هست، وضع بیکاری هست، وضع اقتصاد هست، تورم هست و هجومی که جوانان، بسیاری از جوانان برای خروج از کشور و آمدن به اروپا دارن و اون هم دلایل اقتصادی داره. همش هم دست دولت تونس نیست، دست دولت مرکزی، بلکه بخشش مربوط به جهانی شدن وضع اقتصاد هست در جهان و ضعیف بودن اقتصاد تونس هست که دیگه قدرت رقابت نداره. یعنی مسئله ساختاریست در تونس، ولی مشکلات همون مشکلات اقتصادی، همون مشکلات زمان بن علی است. آقای سعدزاده، من کمتر کسی رو می‌شناسم که اندازه شما به جزئیات این اتفاقات رو در کشورهای عرب منطقه دیده باشه. به نظر شما کدوم یکی از اونها رو میشه شبیه ایران دونست؟ آیا اصلا چنین شباهتی، برقراری چنین شباهتی منطقی هست؟ اصلا شباهتی وجود نداره. نه تونس، نه مصر، سوریه و یمن و لیبی به جای خود که اونها به جنگ داخلی کشیده شدن. ما در این کشورها واقعیت این است که عمده قدرت سیاسی مهمی که بعد از سقوط دیکتاتورها به وجود اومد اسلام سیاسی سنی بود. اسلام سیاسی سنی که آقای محمد مرسی رهبر اخوان المسلمین یا نخست وزیر اخوان المسلمینی شکست خورد. اخوان المسلمینی های دیگر هم در کشورهای دیگر نتوانستن کاری بکنن. مداخله خارجی هم بهش اضافه شد، مثل یمن، مثل سوریه، مثل لیبی. اونجا به جنگ داخلی ناپایانی رسید. تنها مورد موفقی که وجود داره اونه که اخوان المسلمین تونس تشخیص داد که نمیتواند به اصطلاح از اسلام سیاسی به عنوان یک ایدئولوژی استفاده کنه و بر جامعه به اصطلاح حقنه بکنه. علت این که چرا این تشخیص رو آقای قنوشی در تونس داد
ولی آقای محمد مرسی در مصر نداد، در واقعیت این قرار داره که بعد از استقلال تونس از فرانسه، تونس تنها کشوری بود که سعی کرد که سکولاریسم، سعی کرد که جدایی دین از سیاست، سعی کرد که حقوق زنان رو در قانون اساسی به اصطلاح ثبت بکنه. به همین علت این تبدیل به یک سنت واقعا پایداری شد در تونس، که حتی آقای غنوشی هم تشخیص داد که با این مدرنیتیتی که به هر حال با اجبار در تونس به وجود اومده بود نمیتونه مبارزه کنه، در حال که آقای محمد مرسی در مصر همون تصوری رو داره که در حقیقت ولایت فقیه در ایران داره، این سنی اون شیعه است و برنامه برای جهان داشت و تبدیل به یه ایدئولوژی شده بود برای آقای محمد مرسی. شما وقتی که سخنرانی های آقای محمد مرسی رو در اون یک سالی که در پست نخست وزیری مصر بود تعقیب میکنید، میبینید که همش از ایدئولوژی صحبت، یعنی ایدئولوژیکمان صحبت میکنه تن بنا و غیره، و میبینید که کمتر در پی ساختن یک کشور و بیشتر در پی توسعه نفوذ امت اسلامی سنی است. حسیب، نظر تو راجع به این صحبت ها چیه؟ به خصوص که تو موقع اونجا بودی و به ویژه من میخوام رابطه ای که مردم اون کشورها با نگاهشون به دولت آمریکا و خواستشون از دولت آمریکا، آیا همونقدر بود که بعضی از مخالفان ایران الان میبینیم دارن یا نه؟ طبیعی است اونهایی که انقلاب ژانویه یا 25 جنوری 2011 را براه انداختن، اونا میخواستن که این انقلاب ثمر بده، و این معنی که سالها اونا حتی پیش از این انقلاب که جرقش در تونس برق ریخته شد، پیش از اون که این انقلاب آغاز شود در واقع مقدماتش را چیده بودن با جنبش 6 آوریل و جنبش کفایه. بنابراین طرف خاص اونهایی بود که آمریکایی ها از این روندی که به دموکراتیزه کردن نظام در مصر منجر بشه حمایت بکنند، و در واقع آقای اوباما در اون کتابش هم که شما به اون اشاره کردین در مقدمه سرزمین موعود، اشاره هم میکنه به اینکه چی خواسته بود از آقای مبارک و ای که اصلاحات اقتصادی به وجود بیاورد، ولی مهمتر از اون که باید به زندانی های سیاسی رها بکند، گشودگی سیاسی به وجود بیاورد در مصر و مسائل دیگری که مرتبط به حقوق انسان و آزادی بیان و آزادی فعالیت های سیاسی به این پرداخته بود، که طبیعی است که با حمایت اونهایی که انقلاب راه انداختن روبرو بود. در این میان اونهایی که مثلا مخالف قدرت گرفتن اسلامگراها بودن و هستن، طبیعی است که نمیخواستن که آمریکا دخالت بکنن در اینجا، برای اینکه اونا نگران آینده سیاسی خود بودن یا آینده کشور خود بودن. گونه که آقای صدرزاده اشاره کرد، اگرچه این نگرانی طوری هست که اگر شما از خود اخوانی ها بپرسین رد میکنن، برای اینکه برخلاف آنچه که گفته میشود علیه اخوان المسلمین، با توجه به اینکه یک سال کامل من در مصر بودم و در سخت‌ترین اوضاع در مصر بودم، در جریان تظاهرات، در جریان زد و خورد ها یک بار نزدیک به خودم زخمی بشم، میدیدم که اخوانی ها تا چه حد سیعه صدر داشتن در اونجا. بله. وقتی که مظاهره کننده ها یا تظاهر کننده ها پرتاب میکردن بمب های دستساز به داخل کاخ ریاست جمهوری، واکنش شدید ما نمیدیدیم. شما در زمانی رو میگید که در واقع تظاهرات بود برای برکناری مرسی و روی کار آمدن سیسی، اون موقع رو داری توصیف میکنید؟ یک موردش اون بود. موارد پیش از اون هم من شاهد بودم، یعنی در خود میدان تحریر برای بار اول وقتی که آقای مرسی یک چه بگم بیانیه بگم یا متمم قانون اساسی را صادر کرد، ظاهرا به خود یک سلسله اختیارات داد که طرفدارانش گفتن که این اختیارات همه جانبه است یا توتالیتاریان است، و عموم اولین تظاهرات بود که در میدان تحریر برگزار شد علیه حکم اخوان المسلمین و دوام پیدا کرد. ولی اینهایی که اشاره میکنی حسیب مال زمانی هست که دیگه در واقع یک سال از این تاریخ 25 ژانویه گذشته و در واقع بعد از روی کار آمدن مرسی هست و از در واقع اون چیزی که همه بیرون از مصر بهش میگن کودتای نظامیان که روی کار آمدن سیسی رو به دنبال داشت. من بیشتر میخوام تمرکز این بحث رو بذاریم روی اون زمانی که معترضان در خیابان بودن، در میدان تحریر بودن و نگاهشون به کشورهای خارجی بود. ما این رو در خیلی از کشورهای دیگه منطقه هم می‌بینیم. آقای آهنگری، می‌خوام شما رو وارد بحث بکنم. شما ما می‌دونیم که در ایران ظرف سال‌های گذشته به خصوص از 2008 به اینور تظاهرات متعدد بوده و
به خصوص در سالهای اخیر این تظاهرات از تظاهراتی که فقط دنبال مسائل سیاسی و مثلا آزادی بیان باشه رسیده به بحث‌های به شدت پایه‌ای مثل اقتصاد، مثل وضعیت فقر و مسائلی که می‌دونیم. اما دولت‌های خارجی تأثیر چندانی به نظر میاد درش نداشتن. آیا به نظر شما عاقلانه است که معترضان کماکان امیدشون رو ببندند به اینکه خارج از ایران چه اتفاقی داره میفته، به خصوص در کاخ سفید؟ بله، ضمن درود به شما و مهمانان و عرض تسلیت به خانواده پنج کولبر کرد که در مرز ایران و ترکیه زیر بهمن جان باختن. ببینید، در مقدمه شما یک نکته بسیار کلیدی درش بود که اشاره به مشاوران پرزیدنت اوباما فرمودی در رابطه با مسئله تغییر. اینو قبول کنیم که در دنیای سیاست چیزی به نام لابیگری وجود داره. فرق نمی‌کنه در از چین تا آمریکا، در همه جای دنیا، در پارلمان‌ها، در نهادهای ریاست جمهوری و نخست وزیری و غیره، چیزی به اسم لابیگری وجود داره. پس این نشون میده که گروهی حالا در چارچوب قوانین اون کشور میتونن به نوعی کار بکنن، افرادی، گروهایی که بتونن تأثیر بذارن و قوانین یک کشور دیگر رو یا توانایی‌ها و قدرت و اتوریته یک صاحب قدرت رو در یک کشور دیگه، به ویژه قدرتمندترین کشور دنیا که ایالات متحده آمریکا باشه، به نفع خودشون به حساب همسو بکنن. در ایران و در کشورهای دیگر هم شما مهمانان به یک نقطه اشاره هم فرمودن که بحث تغییر در اون کشورهایی که رخ داده بود. تحلیل من اینه که برخی از تحلیلگران هم بر همین مبنا هستن که کشورهایی که دارای مستبدین سکولار هستن، دارای دیکتاتورهای سکولار هستن، حالا فرق نمی‌کنه چه دینی دارن یا چه مکتب فکری دارن، معمولا اینها رو راحت‌تر و با هزینه کمتر میشه وادار به تغییر کرد. اما مستبدینی که عقیدتی یا حالا ایدئولوژی نه به معنای فلسفی است، بلکه به اون معنای مذهبی و آسمانی، که خودشون را در مقابل چیز دیگری فراتر از زمین و غیر از مردم مسئول میدونن، کمتر میشه با اون روش هایی که در یک کشورهای سکولار میشه به تغییر امید بست، در اون کشور به حساب تغییر به وجود آورد. در رابطه با ایران و موضوع تغییر، بله، به نظر من مردمان ایران، اپوزیسیون ایران هم این حق رو دارن و میتونن امید داشته باشن به کمک های خارجی، به دلیل اینکه اولا جمهوری اسلامی یک پدیده منفی فقط ایرانی و مختص به داخل ایران نیست، بلکه یک پدیده منفی و مؤثر، یعنی تاثیرگذار در منطقه و جهان است. جمهوری اسلامی در خصوص ترور و به حساب ناامنی در سطح بین الملل، در خصوص به هم زدن وضعیت منطقه و به جهنم کردن خاورمیانه و به ویژه مسائلی هستند در داخل متوجه. بله، در داخل هستن اما امور جهانی هستن، مثلا وضعیت حقوق بشر. اما اینکه چرا اپوزیسیون جمهوری اسلامی نتونستن تا به حال به این موفقیت دست پیدا بکنن که از کاخ سفید استفاده بکنن در جهت تغییر برای ایران، این یک بحث دیگه است. بله، موقعی که شما داشتید میگفتید که فرق هست بین دولت‌های ایدئولوژیک و دولت‌های سکولار، آقای سعدزاده سرشون رو تکون می‌دادن، مخالف بودن. آقای سعدزاده ممکن توضیح بفرمایید؟ بله، برای که ما نمونه های زیادی داریم. بارزترین نمونهش آقای بشار اسد در سوریه هست که با چه قساوت و به اصطلاح بیرحمی سعی میکنه قدرت رو در دست بگیره به قیمت به هر حال نابود شدن مملکتش. یا کره شمالی رو نگاه بکنید، یعنی این به اصطلاح قانون عام نیست که اگر حتما به اصطلاح ایدئولوژی نداشته باشد بهتر است برای سقوط. تا حدودی درسته است، ولی اینجوری نیست که اگر حتما سکولار هم باشه راحت تر میشه. خب بگذارید آقای سعدزاده یه تمایز دیگر رو اینجا مطرح بکنیم. چقدر تأثیر داره که حکومتی با دولت‌های اروپایی و آمریکایی ارتباط در واقع مشارکت داشته باشه، به قول معروف پارتنر یا رابط اونها در منطقه باشه، یا اینکه نباشه؟ مثلا تو همین کتاب آقای اوباما اشاره میشه به تفاوتی که بوده بین مصر مبارک و لیبی قذافی. چقدر متفاوت هست رفتاری که دولت آمریکا در مقابل دو کشور خواهد داشت؟ کاملا درست هست. اینکه آمریکا
تصمیم میگیره راجع به مصر عکس العمل نشون بده و صراحتاً با آقای مبارک بعد میگه که قدرت رو ترک بکنید، به خاطر رابطه تنگاتنگی است که آمریکا سالهای سال با ارتش مصر داشته. و اون زمانی که آقای اوباما این حرف رو به اوباما میزنه، در حقیقت ارتش مصر هم به آقای اوباما به مبارک میزنه، در حقیقت ارتش مصر هم به آقای مبارک زده. یعنی آقای مبارک تنها با انقلاب مردم با کنار نرفت. روزهای آخر اگه یادتون باشه در میدان تحریر، من زمان انقلاب در مصر بودم و آدم میتونست تشخیص بده که اون سرکوبی که در مصر انجام میگیره توسط وزارت کشور و نیروهای وزارت کشور و پلیس هست. در حقیقت اگه یادتون باشه شبهای آخر که منجر به سقوط آقای مبارک شد، این ارتش بود که آمد و حائلی شد بین مردم و نیروهای وزارت کشور. بله. چرا؟ برای که ارتش تشخیص داده بود که ماندن مبارک در قدرت به ضرر ارتش است. ارتشی است که بعضی ها میگن که شبیه ارتش پاکستان، شبیه پاسداران ایران، حدود 30-40% اقتصاد مملکت رو در دست داره و بودن، و نه تنها اقتصاد بلکه تشخیص دادن که بودن مبارک احتمال داره که رابطه ای رو که با آمریکا دارن به هم بزنه، رابطه ای رو که ایجاد کنه. میبینید که آقای سیسی آمد و تمام اون روابط رو تجدید کرد. اگر ایران هم و یا اگر لیبی هم چنین رابطه تنگاتنگی با جهان می‌داشتند، طبیعی بود که عکس العمل جهان هم روی اونها تاثیر داشت. کما اینکه در مورد شاه هم همین هست. شاه هم عکس العملی که جامعه جهانی تشخیص داد بعد از یه مدتی فهمید که به اصطلاح بایستی متوجهم. که بله. حسیب، این تمایز رو آیا تو هم می‌بینید، با خصوص با توجه به اینکه بقیه کشورهای منطقه رو هم به هر حال دنبال می‌کنیم؟ مثلا آیا در لیبی هم میشد چنین چیزی رو، با توجه اینکه به هر حال در سال‌های آخر قذافی به نوعی با غرب وارد مذاکراتی شده بود، چرا این پیش نرفت؟ یا حتی در مورد بشار اسد چرا این پیش نرفت؟ چرا نتونستن به اونها فشار بیارن؟ پایگاه مصر فرق میکند. در کنار اینکه مصر رابطه خیلی نزدیک با آمریکا دارد، میدانیم که اولین کشور عربی بود که با اسرائیل پیمان صلح بست. و اشاره هم کرد آقای مبارک در صحبت‌هایی که در سال 2013 داشت با یک روزنامه مصری، و به او اشاره کرده بود که مثلا آمریکایی‌ها اینا زیر فشار می آوردن. مثلا اشاره به این کرده بود که آمریکایی ها خواستن که در داخل مصر پایگاه نظامی تأسیس بکنن که او مخالفت کرد. مثلا آمریکایی ها می خواستن که موج اف ام یا رادیوی پخش کننده امواج اف ام در قاهره بزرگ، که منطقه بزرگ غیر از خود شهر قاهره است، یعنی شامل قاهره و دو اقلیم دیگر هم می شود، به اینو به دست بیارن که مخالفت کرد. آمریکایی ها میخواستن یک شبکه الکتریکی نیروهای مسلح مصر بسازن که مخالفت کرد. آقای مبارک برخلاف اون چی که گفته میشه، خودش وقتی که از خود دفاع کرد، به این همه اشاره کرد که برای آمریکا خیلی مهم بود امنیت اسرائیل، برای آمریکا منافع خودش مهم بود و او منافع مصر را ترجیح میداد. و این را هم گفت در مصاحبه های خود که او را کس مجبور نکرد که ترک بکنه. میتوانست مثل بشار اسد بماند، میتوانست مثل آقای قذافی بماند، ولی او نخواست که خون مردم ریخته بشه. این حرفایی است که آقای مبارک بارها، یعنی حسی فکر میکنی که تاثیر آمریکا نبود، تاثیر خاص خود مبارک بود که رفت؟ شما اگر به گزارشی که در سال 2018 منتشر شده بود در نیویورک تایمز، دیوید کرپاتریک که در واقع یکی از همکارای من بود در قاهره و رئیس دفتر نیویورک تایمز بود، منتشر کرده، به او که برمین ببینین جزئیات خیلی زیادی است که با بازیگرای اصلی آمریکا در اونجا صحبت شده. از اختلافات در داخل اداره اوباما می صحبت میکند، که در حالی که اوباما طرفدار مثلا ای بود که دموکراسی در مصر توزیع پیدا بکند و حمایت شود از کسانی که دموکراسی میخواهند، در مقابل اونهایی که طرفدار این بودند که ارتش تقویت بشه و ای که اسلامگرها اجازه داده نشود که مثلا قدرت را بگیرند. همچنین در اینکه مثلا وزیر دفاع آمریکا یک چیز میگفت، به آقای سیسی و آقای اوباما یک پیام دیگری داشت، به یا هم اشاره کرده. من نمیگم که آمریکا نقش نداشت در آنچه که در مصر رخ داد. این هم فراموش نکنین که فضایی که ایجاد شده بود در سال 2011 از تونس شروع شد، مصر آمد، بعد یمن رفت، بعد سوریه رفت، بعد رفت
لیبی و دیگر کشورها، او فضا هم بی تأثیر نبود. بله. یعنی نباید ما فکر کنیم که مصر در دست آمریکا بود، نه چنین نیست. مصر هم میتوانست، آقای مبارک یعنی میتوانست تصمیم بگیرد، میتوانست کارهای بکنه علیه آمریکا، در مقابل آمریکا بیستد. بله. این آمریکایی ها بیان بگن که اونا همه چیز در مصر سازماندهی کردن و این به چیز اونها یا بگم به هدایت اون کار انجام میگیره، فکر نکنم واقعیت داشته باشه. آیا هنگری ظرف این 10-11 سال اخیر با 3 رئیس جمهور مختلف ایران باید به نوعی کنار می اومده در تمام این اعتراضاتی که بوده، به نظر شما رفتار کدوم یکی از 2 رئیس جمهور قبلی به معترضان در ایران کمک بیشتری کرده؟ و همینطور فکر میکنید آقای بایدن چه باید بکنه؟ الان صحبت این هستش که این رابرت مالی که در واقع به عنوان نماینده مرتبط دولت بایدن و ایران انتخاب شده، گفته میشه اصلا در واشنگتن میگن او در جیب جمهوری اسلامی است، یعنی در این حد حتی جلو میرن و راجبش صحبت میکنن. واقعا فکر میکنید که اینها تأثیری داره؟ بله، اجازه بدین اول یک نکته ای رو تصحیح بکنم از دوست عزیزمون. بنده هیچ راهکار یا حکم قطعی عرض نکردم، بلکه به صورت نسبی این ایده وجود داره، این تحلیل وجود داره که منم بهش معتقدم. معمولا سیستم های استبدادی سکولار با هزینه کمتری کنار خواهند رفت، اما سوریه و کره شمالی رو باید در حلقه منافع ابرقدرت‌ها به تحلیل کشید. اگر روسیه و چین از کره شمالی و سوریه دفاع نمی‌کردن یا نکنن، قطعاً در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری و با هزینه بسیار کمتری رژیم بشار اسد و کره شمالی هم عوض می‌شد یا امکان عوض شدنش هست. اما در رابطه با ایران و این ریاست جمهوری‌هایی که پشت سر هم اومدن و مسئله بایدن، به نظر من از زمان اوباما، حتی در زمان اوباما و در زمان پرزیدنت ترامپ و الان هم متاسفانه تا این لحظه که من در خدمت شما هستم، در ایران یک خلأ به نام آلترناتیو وجود داره که این خلأ مشکل هر سه تا پرزیدنت هم، یعنی هم پرزیدنت اوباما، هم ترامپ و هم بایدن. تا این خلأ رفع نشه، اینم عرض بکنم که ایران فعلی، یعنی ایران زمان جمهوری اسلامی با ایران زمان پهلوی فرق میکنه. ایران زمان پهلوی رو باید در حلقه منافع غرب تعریف کرد، ایران فعلی یعنی ایران زمان جمهوری اسلامی رو باید در حلقه منافع روسیه و چین تعریف کرد. پس کاملا دو تا مورد مجزا هستن، اگرچه یک کشور هست. پس ما تا زمانی که نتونیم به عنوان اپوزیسیون، یا اپوزیسیون نتونه این خلأ و این مشکل رو حل بکنه، پرزیدنت بایدن هم همچون ترامپ و همچون اوباما روبروی این خلأ و این کم و کاستی خواهد بود که کار آنچنانی نمیتونه بکنه. اگرچه در زمان پرزیدنت اوباما بخشی از به اصطلاح اپوزیسیون متمایل به جمهوری اسلامی و حتی نزدیک به جمهوری اسلامی و حتی بخشی از جمهوری اسلامی تونستن بیشترین منفعت رو از پرزیدنت اوباما ببرن تا اپوزیسیون برانداز. آقای سجاده، شما نظرتون در این باره چه؟ فکر میکنید که آیا دولت بایدن فرق اساسی خواهد کرد؟ با توجه به اینکه قرار هست ظاهرا یک گفتگوی به هر حال شکل بگیره بین او و دولت ایران، آیا این کمک میکنه به در واقع یک کانالی باز بشه برای اینکه معترضان هم بتونن استفاده بکنن ازش؟ برای اجازه بدید من راجع به مداخله داخلی در کشورهای به اصطلاح شبیه ایران و جاهای دیگه، یک مسئله قاعده کلی به نظرم بازگو کردنش بی‌ضرر نیست، و اون این که کشورهای اروپایی و آمریکایی با حرکت از منافع 100% خودشون وارد یک جریان سیاسی یا جریان انقلاب یا خیزش که در یک کشور دیگه در حال صورت هست، یعنی عکس العمل نشون میدن. اونها موقعی که تشخیص میدن که این به اصطلاح انتخاب این راه به نفع منافع ملیشون هست یا به نفع سیاست خارجیشون هست، این کار رو میکنن. هیچگاه علارغم به اصطلاح یا ضد منافع خارجیشون نمیکنن. اگر این که حالا خب پس بذارید من قبل از اینکه صحبتتون تمام کنم اینجا سوال کنم، آیا حکومت جمهوری اسلامی به شکل فعلیش منافع آمریکا رو تامین میکنه در حدی که پاش وایسه؟ منافع آمریکا رو تامین نمی‌کنه، علیه منافع آمریکاست، خیلی جاها علیه منافع آمریکا حمله می‌کنه. ولی سوالی که یک دولت آمریکایی برای خودش مطرح می‌کنه این است که اگر به هر قیمتی این رژیم بره، پایان این داستان چه خواهد بود؟ آیا من قادر هستم تبعات پایان این داستان رو با خودم بیارم یا نه؟ این
شک و تردید است. برای ماها ایرانی ها هم 100% روشن نیست. به همین علت است که شما این کجدار و مریض دولت های خارجی رو شما الان اروپا نگاه کنید. بزرگترین نگرانیشون چیه آقای صدزاده؟ نگرانیشون این است هم که سخنران قبلی به درستی گفتن در ایران اپوزیسیون منسجمی که حاضر باشه به جای این بیاد ما نداریم. ما نمیدونیم اگر این بره چه کسی به جای این میاد. اگر حتی خمینی که حاضر شده بود بعد بیاد بعد از شاه منسجمتر، یعنی اون جریانی که دور خمینی بود منسجمتر از این جریانی است که الان اپوزیسیون ایران داره عرضه میکنه. تا زمانی که ایرانی ها خودشون منسجم نباشن و به عنوان آلترناتیو در درون کشور خودشون مطرح نباشن، مطمئن باشید که کشورهای خارجی به حساب به اصطلاح روی چیز نامعلومی حساب باز نمیکنن. چرا بیاد بله خب اینجا الان یه نقطه نقض دیگه هم داریم. مثلا همین حالا امروز خوندم که اون رئیس جمهور در واقع پذیرفته شده ونزوئلا از طرف کشورهای اروپایی رو گفتن دیگه قبولش ندارن، یعنی حتی در داخل کشور خودش بود، بیرون از کشور ازش حمایت شده، کاری پیش نتونست ببره. 30 ثانیه وقت داریم، نظرتون رو بگید. من همین مسئله رو این چند روز اخیر با خیلی ها صحبت کردم، گفتم ببینید آقای گوایدو از طرف تمام جهان به رسمیت شناخته شده بود. اون لحظه‌ای که اروپا تشخیص داد که فعلا منافع ما ایجاب میکنه که آقای گوایدو رو به اصطلاح رها کنیم و بریم پلوی آقای مادورو که تا به حال بهش بد میگفتیم، و این اثبات اون حرفی است که من گفتم نگاه به خارج به این باشد که ببینیم اونها از منافع خودشون حرکت میکنن و نسبت به ما حرف میزنن، چیز بیش از این هم نیست. متشکرم آقای صدزاده، حسیب عمار و کاوه آهنگری، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با برنامه سه‌شنبه ما همراه بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.